تو به مزار من. مستندی که خواهید دید درباره شروینه، شروین حاجی آقا پور، خواننده‌ای که در فاصله چند روز پر آوازه ترین هنرمند ایرانی این دوره شد. برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شم. آهنگش برای به سرعت همه‌گیر شد و تا چند روز پیش از دستگیری و حذف نماهنگش از صفحه اینستاگرامش میلیون‌ها بار دیده شد. از اون پس بود که در تظاهرات ایرانیان در سراسر جهان تبدیل شد به سرود اعتراض. برای گریه های بی وقفه، برای تصویر و تکرار این لحظه، برای شعر این آهنگ را شروین از روی جملاتی انتخاب کرد که کاربران ایرانی به دنبال اعتراض‌ها در ایران در توییترشون می‌نوشتند. جمله‌ها و عباراتی با هشتگ مهسا امینی و واژه برای که در اون از دغدغه‌ها و خواسته‌هاشون از زندگی در ایران می‌گفتند. احساس آرامش برای خورشید پس از شبان تو. اما سال 1398 بود که خانواده‌های ایران با شروین آشنا شدند در مسابقه کشف استعداد عصر جدید شبکه 3. نشد بشم اون شازده اون مرد که یه روز میاد باید بقشم. اگه برم بالا خوشحال میشم، ولی اگه حذفم فکر نکنم ناراحت شم. فکر نمی کنم چیزی از دست بدم آخه، یعنی دوست دارم قطعا بیام بالا، ولی فکر نکنم ناراحت شم. حالا باید ببینم چی میشه. در مسابقه عصر جدید شروین رأی مردم رو نیاورد و برنده نشد، اما تا اون زمان ده ها ترانه ساخته و پخش کرده بود که چند نمونهش رو با هم میبینیم. اون روزا میبینم که همه بچه های هیپ هاپ دارن کنسرت میذارن رو استیج میلاد، انگار دور باوره، ولی میدونم آخرش این قصه قشنگ میشه. اون روز میاد میره دستا بالا پایین، نیست نورا قمزا، بی همه رفیقیم و نیست کسی از کسی شاکی. هنر میمونه تو وطن، نمیرن در پرا فرنگ، صدا بیت ناب میاد میشه تهران قشنگ. نشد بدم دنیامو برا خنده هات، نشد بیای فرش کنم کوچه رو برات، نشد زمین برفت با چشمای تشنت قشنگ میشه بازم آسمون احواز. میبوسمت وقتی که نیست حواست، میبوسمت تو قلعه سلاسل، میبری منو تو باز خورم شهر و جای مین در اومده از تو زمین شقایه. و اکنون در مستندی که 3 سال پیش از شروین حاجی آقا پور، معروف به شروین حاجی پور، در شهر خودش ساخته شده به دیدنش میریم و در خانه خودش به زبان خودش با او آشنا میشیم. با تمام نشد بشم اون شازده اون مرد که یه روز میاد بایه اسب قشنگ، میبرتت از این شهر سر. نشد که ما به تو بروم بریم بیرون از زیر این سایه ها، نشد بره از رو سرمون این ابر سیاس. تو اگه بی من بهتری ترجیح میدم بری، ولی قبل رفتنت بیا دستمو بگیر. من قول میدم بهت یه جا شاید بهش، ما بازم با همین. نشد بدم I'm not afraid.
سلام، من شروین حاجی آقاپور هستم، متولد 10 فروردین 1376 تو شهر بابل به دنیا اومدم. شغلم آهنگسازی و ساخت ترانه و ملودیه و مدتیه که این کار رو دارم انجام میدم. شروعش هم تقریبا میتونم بگم شروع این فرآیند تو موسیقی بودن از 8 سالگیم بود، با ساز ویالون شروع شد و حدود 12 سالم تقریبا فکر میکنم بود. آره، از 12 سالگیم آهنگسازی رو شروع کردم و الان هم همچنان دارم یاد میگیرم چیزای زیادی توی همین زمینه و فعالیت میکنم توی همین رشته. گفت من واسه اون میندازم تموم رویاهامو توی آب جوب، گفتم نیست منطقی، میرسه یه روز خستشی و میبینی نداری توی جیبت حتی یه قرون. دبیرستان رشته ریاضی خوندم توی مدرسه شهید بهشتی تیزوشان بابل و دانشگاه هم اقتصاد میخونم تو دانشگاه مازندران و الان سال 4م. میدیدم شش پشت پنجره، انگاری میخواست از تو خونشون در بره، اما بیرون خونه بود ممنوع، اینو بابایی بهش میگفت. راستش اقتصاد رشته‌ای که رشته آسونی نیست، ولی خب وارد شدن به دانشگاه بابتش رشته آسونیه. واسه همین چون می‌خواستم برم تهران درس بخونم دانشگاه شهید بهشتی و از طرفی هم اونقدر درس نمی‌خوندم، گفتم که یه رشته‌ای بخونم که آسون قبول شدنش تو تهران و اقتصاد انتخاب کردم. خیلی دلیل خاصی نداشت، ولی خب راستش از یه برهه‌ای به بعد دیگه اونقدر درس نمی‌خوندم، یا میتونم بگم از یه برهه‌ای به بعد اونقدری که درس بخوندم دیگه کافی نبود. یعنی مثلا واسه کنکور دیگه نمیتونستم همونقدری که مثلا راهنمایی درس بخونم و همونقدر مثلا موفق باشم برم تیزوشان قبول شم یا همچین چیزی یا یه دانشگاه بهتر. واقعا متشکرم از این بچه‌هایی که واقعا سعی کردن ما رو درک کنن، با اینکه ما میتونستیم امکان بیشتر بذاریم، با حد اقل خودشونو کشیدن بالا. شاید بگم که اصلا در حد صفر بود تا اینجا کشید، واقعا خودش بود. همین الان هم اصلا از من چیزی واقعا نمیگه، شما تعجب میکنید و هزینه خودشو زندگی خودشو و باور داشت که باید مستقل باشه. من 18 سال شده باید مستقل باشم. دوست داشتیم بچه‌ها خلاقانه در رابطه با این آگاهی شکل بگیرن و در نتیجه دوست داشتیم اون چیزی که دوست دارن باش از همون علایقشون وارد ارتباط با اجتماع و آگاهی بشن. خب تو همین رابطه احساس کردیم شروین یک پدیده به اصطلاح هوش، به اصطلاح حالا باهوش، یعنی هوشش بد نبود، یه آدم باهوشی بود. دوست داشتم از این استعدادش ما یه جوری ببینیم کجا اون میتونه این استعداد رو بالفعلش کنه. همه جاها رو این همجور چک کردیم تو این قسمت. اون جایی که دوست نداشت واقعا تکون نمیخورد، ولی جایی که دوست داشت انرژی میذاشت. کوچیک که بودم، یعنی خیلی کوچیک، متوجه یعنی علاقه شدم، ولی خب علاقه لزوما به من استعداد نیست. اینکه 8 سالم که بود، خب با پدرم رفته بودم به یه کنسرتی و دلم می‌خواست یه ساز یاد بگیرم. قطعاً چون خواهرم کلاس عرف میرفت و من دوست داشتم مستقیما برم یه ساز یاد بگیرم. رفتم با پدرم به یه کنسرتی، کنسرت ویالون بود، یه کنسرت خیلی محلی بود توی شهر خودمون بابل و خیلی علاقمند شدم به ساز ویالون. میتونم بگم جو بود تا یه حدی، چون تالو کنسرت نرفته بودم مثلا، میتونم بگم خاطر این بود و دلیل دیگه نداشت. ولی خب ویالون یکی از سازهای مادر بود، کمی حالا مشورت کردیم و فهمیدیم که میتونه ساز خوبی باشه واسه شروع و شروع کردم. رفتم کلاس و همون اوایل متوجه شدم که استادام میگفتن گوشت ابسولوته، یا یعنی اینکه مثلا گوشه خیلی قوی داری، اینکه میتونی خودت آهنگ بسازی، میتونی خودت چه میدونم اضافه کنی به کار، چیزی هارمونی بنویسی، دوئت بزنی. و از اونجا به بعد فهمیدم که خب مثلا اینکه حالا یه استعدادی تو این زمینه دارم.
شروین خیلی کوچولو بود که نسبت به موسیقی های مختلف حسای مختلف بروز میداد. مثلا هنوز شاید مثلا میگم من اگه خودم دفترش رو دوباره مرور نمی کردم بخواد دادم برای که بگه شاید خیلی قابل باور نباشه، مثلا حتی نمیتونست را بره، ولی نسبت به چیزی که میشنید عکس‌العمل‌هاش مختلف بود. مثلا اگه آهنگ غمگین بود یه نوع عکس‌العمل نشون میداد با فیزیکش، یا مثلا اگه شاد بود دست میزد عکس‌العملی مثلا نشون میداد متناسب با اون. انگار که بجز مثلا هنرهای دیگه‌اش واقعا این حس موسیقیایی یه حس ذاتی بوده انگار مثلا شروین با خودش داشته، و خب به هر صورت فضا و علاقه خودش طوری بود که تونست اینو پرورش بده. خب اینجا اتاقمه، تقریبا میتونم بگم نسخه اولیه 90% کاری که حالا میسازم همینجا ایدهش به ذهنم رسید و همینجا ساختمش، و میتونم بگم که خیلی واسه خودم حداقل جای مقدسیه. جوری هر چقدرم که حالا شاید فرق کنه واسه من توی اینجا، ولی بازم میگم همونقدر مدیونم اسم کنم خیلی از کار رو به همین اتاق و همین چهار دیواری. اولش که خب با ویالون شروع کردم، یعنی سازی بود که یاد گرفتم دیگه، یکم نوت ها رو موسیقی رو کلا با ویالون شناختم. بعدش حالا شروع کردم گیتار، علاقه من شدم به شی گیتار واسه خودم گرفتم، کلاس نرفتم ولی خب حداقل خودم واسه خودم شروع کردم به یادگیری. بعدش هم پیانو، بعد که سه تا ساز مادر رو یاد گرفتم دیگه شروع کردم دیگه تقریبا همه سازا رو میتونم مثلا یه ملودی کوردی ازش در بیارم. بعدش علاقه من شدم با آهنگ سازی، یعنی توی همین پروسه و تنظیم و ترانه و ملودی و آره اتاقم بیشتر مثلا خاطره است، یعنی این دمون دستگاهی که اینجا دارم دیگه بیشتر پروژه اولیه هم اینجا میساختم. الان دیگه فکر نکنم، یعنی ایده ملودی میتونه حالا توی این اتاق صرفا شکل بگیره، ولی بیشتر به خاطر کارم یا تهرانم یا حالا استودیوهای مختلفم. به جای من شاید یه قاصده که روز میاد تو خونتون. راستش از یه جایی که گذشت، یعنی استادم عوض شد، رفتم پیش یه استاد خیلی منضبط و خیلی خیلی سفت و سخت بود که خیلی تاکید روی این داشت که نوازندگی و بعد نوازندگی فرق داره با خود صرف موسیقی، صرف آهنگ ساختن. اول خیلی بهم سخت میگرفت، مثلا من ویبراسیون میرفتم خودم تحریر میرفتم، میگفت چی کار داری میکنی؟ اصلا تو داری موسیقی کلاسیک کار میکنی، واسه چی داری تحریر ایرانی میری رو مثلا رو سازت؟ من دوستاشم فقط همه چیز رو امتحان کنم، میخواستم همه چیز رو تلفیق کنم. بعد استادم بهم گفت تا یه جایی تلاش کردید که نه نمیشه، یعنی هیچ رغبتی نداشتم که فقط و فقط برم آرشه رو درست بکشم روی سیما و همون صدایی که حالا باید در بیاد و در بیارم، و خیلی واسم کسل کننده بود نوازندگی، یعنی صرف اجرا واسم خیلی کسل کننده بود. از یه جایی به بعد دیگه خود استادم به خیال شد، گفتش که نه من یک کسی به تو معرفی میکنم، این فرد آهنگسازی میکنه، یه استودیوی داره تو شهرتون و برو اونجا از اون یاد بگیر ببین داستانش چیه. بعد رفتم پیش اون فرد و فهمیدم که کاری که واقعا دوست دارم انجام بدم، یعنی حدودا 12-13 سالم بود، کاری که واقعا دوست داشتم انجام بدم آهنگسازیه. هم به خلق و خون می‌خورد، هم این که همیشه دلم خواست خلق کنم، دوست نداشتم کار اجرایی رو، حتی خوندن رو هم موقع دوست نداشتم، دوست داشتم که اون پشت باشم، دوست داشتم کسی باشم که اثر رو می‌سازه. واسه همینم آهنگسازی رو انتخاب کردم و از یه جایی به بعد علاوه بر حالا تنظیم ترانه و ملودی هم می‌نوشتم واسه خودم، تا اینکه دیدم کارام بد نیست وقتی که میذاشتم واسه رفیقام و دوستام، تا اینکه چند تا مشتری واسم پیدا شد، به مشتریام ترانه و ملودی و تنظیم میفروختم، تا اینکه چون ما یه پروسه‌ای داریم تو کارمون که بعد برای اینکه ملودی متوجه شه فردی که سفارش داده کارو بعد بخونیم واسش خودم میخوندم و میفرستادم، و بعد چند تا کاری که فرستادم یکی از مشتریام بهم گفت چرا نمیخونی خودم صدات بد نیست. راستش خیلی از صدام بدم میومد، یعنی حس می‌کردم صدای خیلی، چون صدام خیلی نازک بود وقتی بچه بودم، هنوزم حس می‌کنم صدام خیلی تیونش بالاست و اصلا صدامو دوست نداشتم.
بعد یه چند باری حالا سعی کردم تراش کردم و حالا خوندم واسه دوروبری ها نزدیک ها، هر چند وقت یه باری یکی بهم میگفتش که حالا صدات خوبه. این انگیزه شد برام که بیشتر تلاش کنم تو این مورد و خیلی بیشتر علاقه‌مند شدم به خود خوندنه. و اینکه یه چیز باحالی که وجود داره توی موسیقی اینه که اگه بتونی ملودی و ترانه و تنظیم، یعنی اگه بتونی کل پرسه کار خودت از آب در بیاری، چون این پیوستگیه باعث میشه که کار خیلی بهتر از آب در بیاد. یهو دلم خواست که بهت بگم تو همونی که دنبالشم، خیلی گشتم تا که پیدا شه، پس حتما بوده تقدیر این که برسی با گوله‌های برفا به من. بیا امشب و بر من باش، فقط من و تو باشی مونند سرما، رنگ بدیم به این شب طولانی، خورشید و بذاریمش بر بعد باش. همیشه خودم رو در درجه اول آهنگساز میدونم تا خواننده و هیچ وقت هم حاضر نیستم کار کسی دیگه رو بخونم. تنظیم حالا مشکلی نداره، تنظیم میتونه بخور به کار آدم، ولی دلم میخواد ترانه ملودی کسی دیگه بخونم، چیزی بخونم که از خودم نیست. حس میکنم صدام ساخته شده واسه فقط ترانه و ملودی های خودم. شخصیت محور نیست ذهنم، یعنی دنبال یک هنرمند خاص نیستم، بیشتر دنبال قطعه های خاصم. یعنی افراد رو بوتشون نمی کنم، بیشتر اون قطعه ها و اون موسیقی ها باعث میشن که من لذت ببرم. واسه همینم اگه پلیلیستم یا لیست آهنگامو ببینی یه چیز خیلی عجیب غریب و بی ربطیه، همه چیز گوش میدم، ولی خب میتونم بگم تو ایران کسایی که خیلی دوست دارم و قبولشون دارم توی زمینه ملودی و ترانه و حالا خوندن، یکیش محسن چاوشی هست، یکیش کیان پورترابه، توی آهنگسازی علیرضا ریاضی در زمینه سیروان خسروی هم دوست دارم، زانیار هم دوست دارم، البته بیشتر به خاطر اینکه سبکشون میخوره بهم، ولی در کل آره کیان پورترابی که از کیان پورتار و محسن چاوشی رو خیلی قبولشون دارم. بگی همه میدونن که من یه روده یه راستم ندارم تو شکمم، اما با سرت به سنگ خورد گذرت من افتاد، بازم خواستی منو بپیچونی با حرفا. مطمئنم که سبکم رو بارها و بارها تغییر خواهم داد به خاطر سنم، هرچی که تغییر بکنه. شما موسیقی میدونین من تو زندگیم حالا پر از معجزه بود، حالا میتونست یه آدم باشه اتفاق باشه، ولی بزرگترینش موسیقی بود. موسیقی چطوری بهتون توضیح بدم، شما یه مشکلی دارین، یه دردی دارین تو زندگیتون و تصور کنین که میتونین اون درد رو روی کاغذ، روی یه پیانو، روی ویالون ازش یک اثر بسازین. یعنی بزرگترین دردای من، بزرگترین مشکلاتم تبدیل شدن به بهترین کارام و میشن در آینده هم، و هیچ لذتی بهتر از این نیست که حتی مشکلات دغدغات و دردها تبدیل به یک اثر هنری شه. و فکر بکنم وابسته به همین دردها و مشکلاتم، متناسب با اونها هر چقدر که تغییر کنن سبکم هم تغییر میکنه. آدمی هم نیستم که حالا بگم این ترکیب برده، این کار خفنه، این کار مخاطب داشته پس نگهش دارم. نه، هر اتفاقی که بیفته باش پیش میرم و لذتی میبرم از خود موسیقی. به جای من یه قاصده که روز میاد تو خونتون، تو قدرشو بدون. بعد من اگه نبود کسی به یاد من، تو شعرمو جای من. شاید یکی بیاد که میفهمت، که میبره فکرمو از سره. بعد من شاید یکی بیاد که میشناست، که بیشتر از من میخوادت. تمام من بیا، ولی تو به مزار من یه لال جا بذار، یا
فکر تو با بهاریا. یه ترسی دارم از تحصیلات آکادمیک تو زمینه موسیقی، چون که یه مثالی حالا میتونم بزنم در این مورد. میگن یه نقاشی بود، یه مردی رفت یه نقاشی بهش داد، گفتش که من میخوام نقاش بشم، این اولی نقاشیمه. گفتش خب بعد بری یه دور تمام قوانین نقاشی رو یاد بگیری و حالا بیا یه اثر دیگه بهم بده. این مرد رفت و کلی کار کرد، همه روش رو، کیوبیسم چه میدونم، همه چیز یاد گرفت. اومد گفت آقا من همه چی بلدم، اینم نقاشیم. گفتش که خب حالا باید بری 5 سال دیگه کار کنی برای اینکه همه‌شو فراموش کنی، چون میترسم جهت بهم بده آکادمیک یاد گرفتن. اینکه بدونم مثلا این سه تا نوتی که دارم میزنم اسمش سیه، اسمش کورد دیه یا ایه، فکر کنم ممکنه که تأثیر داشته باشه روی کارم. چون از یه جای بعد خب میدونستم که مثلا اسم کوردا رو، اسم نوتا رو، و قبل از اون هم آهنگ میساختم. ولی بعد که برگشتم و دیدم کارهای قبلیمو واسه زمانی که حتی نمیدونستم دو مثلا کدوم کلاوی هست روی پیانو یا مثلا ری کدوم کلاوی هست، حس کردم یکم آزادتره. مثلا دو تا نوتی که هارمونی نداشتن کنار هم میذاشتم و یه چیز خیلی جالبی در میومد. ولی بعد از اون چون میدونستم که این دو تا هارمونی ندارم با هم دیگه هماهنگی نره، این دو تا رو کنار هم نمیذاشتم و هیچ وقت اون کورد، اون قطعه، اون ملودی در نمیومد. به خاطر اینکه اصلا تو ناخودآگاهم حذف کرده بودم اون موضوع که میتونه مثلا دو کنار ر قرار بگیره مثلا توی پیانو. واسه همینم میترسم یکم از تحصیلات آکادمیک. گفتی اومد یکی فقط تو نقش تو، دستاش میاردم به یاد دست تو. گفتی ولی میای بارون میاردت، گفتی و خیز شدم چند سال به پای تو. راستش در مورد هدفم که گفتم خیلی آدم حالا دوراندیشی نیستم توی موارد خاص این شکلی، ولی خب دوستم آدم موفق باشم از یه جایی به بعد. دوستم توی مارکت، توی بازار یه جایگاه خوبی داشته باشم و بتونم با دل خودم هر جایی که خواستم موسیقی بسازم و هیچ چیز بنز این دلنشین نیست واسه من. به جای من یه قاصده که روز میاد تو خونتون، تو قدرشو بدون. بعد من اگه کسی نبود به یاد من، تو شعرمو بخون. به جای من شاید یکی بیاد که میفهمتت، که میبره فکرمو از سرت. بعد من شاید یکی بیاد که میشناستت، که بیشتر از من میخوادت. تمام